وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد اوضاع حقوق بشری در افغانستان میگوید که به دلیل سیاست‌های امارت اسلامی در نزدیک به 3 سال گذشته حقوق زنان به میزان قابل توجه بدتر شده و آنان عملاً از حوزه عمومی حذف شدند. بر بنیاد این گزارش، ممنوعیت آموزش و کار زنان باعث بدتر شدن وضعیت آنان شده است و اکنون آنها در چهاردیواری خانه محصورند و هرچند مقام‌های امارت اسلامی همواره مدعی‌اند که آنان مشغول کار در مورد مسائل آموزش و کار زنانند، اما با این حال تا کنون هیچ فرمانی در پیوند با تحصیل و کار زنان صادر نشده است. وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری نیز میگوید که فرصت‌های کاری در افغانستان برای زنان محدود شده است. در افغانستان طالبان فرصت‌های کاری برای زنان را محدود کردند. مؤسسات تعلیمی دختران را تعطیل کردند و شلاق زدن زنان و مردان متهم بر رفتار غیر اخلاقی را افزایش داده اند. اما امارت اسلامی در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نقض حقوق بشر میگوید که حقوق مردم افغانستان بر بنیاد شریعت اسلامی تعریف شده و تامین می شود. سخنگوی امارت اسلامی می افزاید که کشورهای غربی نباید فرهنگ خود را بالای دیگر کشورها تحمیل کنند. که در شریعت اسلامی که چیزی حقوق مردم است، مردم ما خواهان اما حق خود هستند. و در او بخش امارت اسلامی افغانستان خود را متحد می داند دینن و ایمانن که باید حقوق مردم خود را بپردازه یک مکلفیت شرعی است. در راستا ما با پای حقوق افراد افغانستان متحد هستیم و تمام امکانات خود را بخیر ببرد تا مردم حقشان پرداخته شده. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن تداوم محدودیت‌های اعمال شده تحصیلی و کاری بر زنان را غیر قابل توجیه دانسته و خواهان لغو این محدودیت‌ها اند. او ډېرې نورې پالیسیانې دي چې دلته مختلف نظریات موجود دي د حکومت په سطحه باندې که چېرته یوه اجماع را پیدا شي او دوی په یوه فکر و مفکوره باندې شي تر څو د افغانستان ملي ګټې خوندي شي، زه فکر کوم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې د دې رقم پالیسیانو سره بیا بهتره خپل هغه حق و حقوق ترلاسه کړي. با این حال شارژ رفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با هیئت سازمان همکاری های اسلامی در کابل دیدار کرده است. رافائلا یودچه با طارق علی بخید معاون و نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان در مورد وضعیت حقوق بشر و حق آموزش دختران گفتگو کرده و گفته است که حمایت از مردم افغانستان از بحث های کلیدی این دیدار بوده است.